اوكي، خب، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند خودم و خداوند بزرگ رو شاکر هستم که این فرصت به ما داده شده که می توانیم در کنار هم باشیم و دو مرتبه برنامه های فرهنگی ابن سینا رو به لطف و کرم خداوند آغاز بکنیم. من جا داره که تشکر کنم از بانیان ابن سینا، هیئت امنا، دوستان بزرگواری که زحمت کشیدند و این سازمان رو دو مرتبه احیا کردند. با توجه به این مسائل کووید و مشکلاتی که وجود داشت، با همدلی و همیاری و همکاری ما موفق شدیم که دو مرتبه ابن سینا رو روی پا بیاریم و فعالیت‌های فرهنگی خودمون رو آغاز بکنیم. من لازم است قبل از اینکه وارد موضوع سخنرانی خودم بشم بگم که به لطف و کرم الهی ابن سینا مجددا فعالیت های برحال فرهنگی خودش رو آغاز کرده و الان برنامه های بسیار متعددی رو در نظر گرفت که انجام بده. حالا من یه توصیه همین الان بکنم و بعدم باز این رو تکرار خواهم. ما در به صلاح تاسو و عاشورا خب برنامه خیلی مفصلی رو در اینجا داشتیم. امشب که نوبت من هستش که به اصطلاح 16 محرم یک شنبه 14 آگوست هستش و سخنرانی من هست همین امشب تحت عنوان بحران غذا در جهان و در ایران، و هفته آینده که به هر حال 23 محرم هست یک شنبه، در واقع 21 آگوست، سرکار خانم ایران منش تحت عنوان ساعتی با شهیدان شمشیر جهالت صحبت خواهند کرد. تحت این عنوان از همین ساعت 6:30 تا ساعت 8 شب به صرف شام بعد از مراسم، و استاد بزرگوار ما جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگان هم در تاریخ 30 محرم 28 آگست سخنرانی خواهند داشت. هنوز عنوان سخنرانی خودشون اعلان نکردن، ولی تا اون تاریخ که بخواد نوبتش بشه این اعلان خواهد شد. اینو میگم که هم دوستانی که روی زوم هستن علاقمند هستن که تو این برنامه شرکت کنن و هم دوستانی که الان در مجلس حضور دارید بدونید و هم خودتون استفاده کنید و هم به دوستان دیگه خودتون اطلاع رسانی کنید که از این برنامه ها استفاده بشه. به هر حال ابن سینا داره تلاشش رو میکنه که هرچی بیشتر در جهت اطلاع فرهنگ اسلامی ایرانی به اصطلاح اطلاع رسانی بکنه و این فرهنگ رو گسترش بده. حالا بخشش بخش علمیه، بخشش هم بخش های فرهنگی هستش که دیگه خودتون مستحضر هست. خب، اما مأموریت امروز بنده و مسئولیت بنده این هستش راجع به بحث گرسنگی در جهان و در ایران، بحران گرسنگی در جهان و ایران صحبت بکنم. همونطور که مستحضر هستید، با توجه به اوضاع سیاسی که امروز بر جهان حاکم شده، خصوصا این داستان جنگ روسیه بر علیه اوکراین، خیلی مسائل مهمی داره اتفاق میفته و این میتونه تاثیرگذار باشه در وضعیت به هر حال قضا و خدای نکرده احتمال بروز قحطی در دنیا. این بحثی هستش که الان بسیاری از علما و دانشمندان و سیاستمداران روش حساس شدن و دارن فکر میکنن که چیکار باید بکنن. من در ادامه بحث کلی خودم رو این موضوع هم در آخر مثلا سخنرانیم یه تأکیدی خواهم کرد و یه تحلیلی از اوضاع قضایی جهان رو هم خدمتون ارائه خواهم کرد. من این رو خدمتون عرض بکنم که حالا علاوه بر اینکه من یه سری کارهای فرهنگی در ابن سینا انجام میدم که حالا شما دیدید کلاسای مثنوی رو ما روزای جمعه مثلا الان من دارم برگزار میکنم از ساعت 6 تا 8 و یه قبلا روی ادبیات صحبتایی داشتم و مسائل عرفانی رو یه وقتا بحث میکنم، اما واقعیت قضیه این هستش که اصلا تخصص من اکولوژیه و اونم اکولوژی گیاهان زراعیه. یعنی تخصص من همینیه که امشب میخوام صحبت بکنم، فقط میفهمیم چون میخوام، یعنی من یه بیش از این که شخصیت فرهنگی باشم یه شخصیت علمی هستم تو رشته و کار خودم، البته علمی هستم چون 45 سال استاد دانشگاه بودم تو همین وادی صحبت کردم و بحث کردم و هم داریم. امیدوار هستم که بحث امشب ما مورد
توجه دوستان قرار بگیره و براشون مفید فایده هم باشه. خب اول از همه یک تعریفی از امنیت غذایی. دقت بفرمایید، میگه food security exists when all people at all times have physical, social and economic access to scientific, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه امنیت غذایی وقتی احراز می شود که مردم هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ قابل دسترس بودن، یعنی یه وقت ممکنه غذا هست اونقدر گرونه کسی نمیتونه بخره، میدونی چی میخوام؟ یعنی نمیتونه بگیم غذا نیست ولی هست، هست ولی کسی نمیتونه بخره. پس برای هم به لحاظ فیزیکی قابل دسترس باشه و هم به لحاظ اکونومیک قابل خرید باشه، ضمناً غذا آن چیزی باشد که پریفرنس مطلوبیت به اصطلاح افراد جامعه است. اگر گفتیم گوشت مثلا کمه، رفتن گوشت خوک آوردن در یک جامعه اسلامی، این مشکل به اصطلاح سکیوریتی غذا رو حل نکرد. اگر مردمان هندوستان مثلا گوشت گاو نمیخورن، شما رفتی گوشت گاو براشون آورده، این مشکلشون رو حل نکرد. بنابراین این نکته خیلی خیلی مهم است. پس بنابراین غذا به مقدار کافی، همیشه قابل دسترس، قیمت مناسب و مطلوبیت به اصطلاح جامعه، به اضافه این که کیفیتش هم به گونه ای باشد که جامعه هلثی زندگی کند، به قول معروف سلامت زندگی کند، تأمین نوترینت غذایی به جامعه رو بکنه. خیلی خوب، این میشه امنیت غذایی در یک جامعه. حالا هر یک از این پارامترها، موجودیت، قابل دسترس بودن، نمیدونم کاربردی بودن و قابل مصرف بودن، و یا به اصطلاح ثبات تولید، ثبات موجودیت وجود نداشته باشد، جامعه یکی از پارامترهای سکیوریتیش رو از دست داد. خب یه کوچولو این عکسای خیلی قشنگی که من براتون اینجا تهیه کردم دیشب، این عکس رو تهیه کردم براتون که بذارم، که گفتش که آنچه یک دیدن کند ادراک آن، شرح آن نتوان نبود واسط بیان. شما با یه نگاهی به این تصویرهای زیبا نگاه کنید. انسان‌های اولیه در واقع جمع آوری کننده غذا بودن. خب میگفتن که اگر یه نفر اون دوران مثلا حالا 12,000 سال پیش، معمولا میگن انسان بر روی زمین پیدا شده 12,000 سال پیش، اگر یه نفر 2 ساعت در محیط اطراف خودش میگشت و دنبال مواد غذایی میگشت، یعنی انسان ها دانه های غذایی میخوردن، میوه میخوردن، این چیزا بود دیگه، 2 ساعت کار میکرد اینا رو جمع میکرد، برای 1 هفته غذا داشت. دقیق میفهمم چه عرض میکنم؟ 2 ساعت طرف کار میکرد، جمع میکرد غذا، مثلا 1 هفته غذا خودش رو تامین میکرد. خب اگر این قضیه به این کیفیت درست باشه، بعد از این مرحله جمع آوری کننده، انسان ها دیگه یه وقتی شد که دیدن که با جمع آوری، چون جمعیتشون زیاد شد، دیدن که با جمع آوری مشکلشون حل نمیشه، مجبور هستن که برن شکارچی بشن. پس مرحله فاز دوم تکامل شکار شد. مرحله بعد دیدن با خب حالا تا یه دوره مردم یعنی گوشتخوار هم شدن، زمینه که دانه خوار بودن و علف خوار و گیاه خوار بودن، گوشتخوار هم شد. بعد از یه مدت دیدن که دیگه شکار هم پاسخگو نیست، جمعیتش زیادتر شد. اون موقع همون حیواناتی رو که شکار میکنن رو چیکار کردن؟ اهلی کردن، شدن دامپرور، نومد شدن، نومد. الان این داستان مثل پوتینه توی جامعه وجود داره، تو جامعه خود ما وجود داره، عشایر بختیاری، عشایر لور، عشایر نمیدونم قشقایی، کیکی، عشایر قرائی ها و قسل هازا هستن. اینها مشکلشون اینه که همراه با دامشون مجموعا ییلاق قشلاق بکنن که در تمام طول سال علف مورد نیاز برای دام چی باشه، فراهم بشه و این تولید به مقدار کافی به صلاح احراز بشه. بعد از مدتی دیدن که دام پریوری هم دیگه نیاز هاشون، ولی مجبور شدن چیکار کنن؟ برن اون دونه هایی رو که جمع میکردن حالا دیگه چیکار کنن؟ بکارن و کشاورزی رو به وجود آوردن. دقت بفرمایید، میگن منطقه بین الرودین، به سلام بین النهرین، عربی ما بگیم بین النهرین، یعنی بین فرات و دجله،
اونجا سرزمین بسیار وسیع حاصلخیز رسوبات این دو تا رودخونه است و خاک بسیار حاصلخیزی هم است. اینا شروع کردن اونجا محصولات زراعی که اون مناطق جزء مناطق ایران بوده، یعنی تمدن کشاورزی و مالیت زمین در ایران به وجود آمده است. خب یادتون باشه وقتی که مالکیت زمین به وجود میاد، یعنی یه نفر توی یک زمین کار میکنه اون رو برای کشاورزی مهیا میکنه، بعدش احساس مالکیت بهش دست میده، یعنی میگه دیگه حسن آقا تو دیگه نمیتونی بیای تو این زمین، چون این زمین رو من سنگاشو جمع کردم، من صافش کردم، من شخمش زدم، من کاشتمش، تو دیگه حق نداری بیای. در حالی که وقتی میرفتن شکار دستی جمعی میرفتن شکار، کلونی بود سیستم، همه مردم میرفتن شکار میکردن بعد گوشت رو میبرن تقسیم میکنن توی قبیله خودش، اینجوری بوده دیگه. پس بنابراین اینا نکاتی هستش که فوق العاده اهمیت داره. وقتی که مالکیت به وجود میاد مدیریت باید به وجود بیاد، وقتی مدیریت به وجود میاد به اصطلاح دولت باید به وجود بیاد، و دولت وقتی به وجود میاد قانون به وجود میاد و به اصطلاح امنیت باید به وجود بیاد. یه حالا یه نفر که گردن کلفتر هستش نباید بیاد بتونه بنده ای که مثلا ضعیف‌تر هستم و یقمو بگیره بگه تا حالا تو توی این زمین کار میکردی حالا دیگه من میخوام بکنم، تو برو بیکاره. و قانون باید بیاد که از من حمایت کنه. میبینید که پس سیستم اساسا با کشاورزی هستش که توسعه پیدا میکنه و قانونمندی و دولت شهرها و بعدم کشورها وجود. خب پس برابری شما وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنید میبینید که میگن ایرانی ها نومد بودند، دامپرور بودند، از استپهای مثلا چه میدونم سیبری اومدن داخل سرزمین ایران. بعضی اقوال میگه اینا قبلا توی سرزمین فلات ایران بودن، به علت حالا تغییرات آب و هوا گرم شد، اینا رفتن به سمت شمال که اونجا خنک‌تر هستش و بعد دو مرتبه با تغییرات اقلیم برگشتن اومدن به فلات ایران. زمان زرتشت به اصطلاح پیامبر ایرانی، شما ببینید که شعاری که زرتشت میگه چیه؟ میگه که هر کس که گندم بکارد راستی میافشاند. توجه که چرت شد؟ یه بار دیگه، هر کس که گندم بکارد راستی میافشاند. یعنی چی؟ یعنی تقدس دارد گندم کاشتن. پس یعنی جامعه رو میخواد از حالت دامپروری به سمت کشاورزی سوق بده. خب مذهب در اینجا نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه و وقت این جامعه به این شکل تمدنش شروع خلی. یادتون باشه که تا اواخر قرن بیستم بیش از 2300 به اصطلاح نوع مختلف محصولات کشاورزی در دنیا داره الان به وجود میاد، کشت میشه. 2300 خیلی زیاده ها، ببینید به اسم آسون میاد. الان من به هر کدوم از شما بگم آقا 10 تا محصول کشاورزی رو اسم رو ببینم بلدی؟ بنده خودم استاد دانشکده کشاورزی هم 45 ساله، همین الان میخوام برای شما بگم 10 15 تا بیشتر بلد نیستم که بگم 10 15 تا محصول زراعی بخوام خیلی به خودم فشار بیارم. شما خیلی زور بزنی 6 تا الان به خاطرتون بیاد، میگید گندم، جو، بچی، سویا، مثلا میره رو 7 8 تا. من حالا از شما بهتر بلدم 15 تا رو میتونم اسم ببرم، ولی 2300 تا تو خود کالیفرنیا، همین کالیفرنیا که ما هستیم، 300 نوع محصول مختلف کشاورزی داره تولید میشه. 300 نوع که یکی از غنی‌ترین و دایورس‌ترین سیستم‌های کشاورزی دنیا تو این کالیفرنیا هست. یادتون باشه. دو تا نکته بهتون بگم به حرفام ادامه بدم. توی دنیا اینو خاطر بسپرید، خیلی مهمه. توی دنیا 11 تا لکه زمین وجود داره که حاصل خیزترین لکه های زمین کشاورزی دنیاست. حالا چند هزار هکتار هر کدوم، 500 هکتار، چند هزار هکتار، از اینا 9 تاش تو کالیفرنیا است، یکیش توی اوکراینه، این اوکراین بیچاره که الان بحثشه، یکیش توی آیووا، توی نه آیووا نه آره هم آیووا عزم هم آیووا مخواستم بگم اوهایو اشتباه کردم آیووا یکیش تو آیوواست،
این چیزش به اصطلاح نقطش اینجاست، یکیش توی قبلا تو روسیه بوده، الان میگیم اوکراین، تو اونجا هستش. خب نه نه، ایران زمین های حاصلخیز داره، میگم این 10 تا outstanding، یعنی فوق العاده عالیه. میدونید برای اینکه ذهنتون روشن بشه، میانگین درصد مواد عالی در خاک که یکی از فاکتورهای حاصلخیزی خاک محسوب میشه، توی دنیای چیز حدود 0.2%. چی گفتم؟ 0.2%. خب این 10 تا 11 تا نقطه که میگم، بالای 3% مواد عالی در داخلش هست، یعنی فوق العاده عالی. سوال بزن آخر جلسه. خب اینو خواستم ذهنتون آماده بشه. حالا من خواهم سریع تر برم، اما ما راجع به گرسنگی میخوام صحبت کنیم. گرسنگی یعنی چی؟ ما به کی میگیم گرسنه؟ ببین یه وقت شما گرسنتونه، یه وقت شما گرسنه اید. دقت کن، این دوتا مقوله مختلف. شما نهار نخورید امروز مثلا، الان ممکنه احساس گرسنه، ما من الان گرسنم، من برم دوتا شیرینی میخورم مثلا، تایی دلمون میگیره خوش. اما یکی گرسنه است، یعنی در طول زمان اساساً مواد غذایی لازم به بدن او نرسیده است. دقت کردید؟ اون میشه گرسنگی، میشه هانگر. اینه که طرف گشنه شه میگه I am hungry. I am hungry. At the moment I am hungry. خب این دو تا داشت. میگه که a strong desire or craving، نیاز شدید به غذا میشه گرسنگی. Craving or urgent need for food specific nutrients. گاهی اوقات برای مثلا شما دیدی بعضیا یه چیز خاصی رو کم دارن، طرف میگه من الان اگه الان یه شیرینی میخوردم چقدر حالم خوب بود. احتیاج به کربوهیدرات داره بدنش، به شدت احساس اینو. اون کسانی که دچار بیماری قند هستن دیدید معمولا دیوونه شیرینی خوردن نیاز دارن بدنشون رو، و اونایی که استسقا مثلا میگیرن نیاز به آب پیدا میکنن، یه دهی به نمک مثلا نیاز بده و مسئله از این هست. حالا weakness deliberation or pain caused by prolonged lack of food, uneasy painful sensation, exhaustion condition, the want or scarcity of food in a country. بحث ما الان اینجاست، نیاز و یا کمبود ماده غذایی در سطح ملی و مملکتی موضوع بحث گرسنگی در جامعه. این نکته ای که بعد روش بحث میشه. خب ما یه بحثی، من حالا اینا چون تعداد استادیازی من نمیخوام خیلی دیتیل وارد این قضیه بشم، فقط اون جوهر مطلب رو براتون بخوام بگم، شما به حرفای من گوش کنید، خیلی حالا نخواهید که عینا همه این مطالب رو شما بخواید بخونید، چون براتون هم سخت خوندنش از اون فاصله. ولی ما یه بحثی داریم تحت عنوان کرونیک هانگر، گرسنگی مزمن اصطلاحا در فارسی ترجمه میکنه، میشن گرسنگی مزمن. چند تا آثار داره، من متاسفانه آثار این رو در بسیاری از مناطق، چون من بسیار کارم استاد دانشکده کشاورزی هستم، هم توی امریکا با دانشجوام رفتم این و کار کردم، هم توی ایران دانشگاه تهران ما استاد بودم، اونجا خیلی سراسر ایران رو تقریبا هر جایی که شما احتمالا ندیدید من رفتم دیدم، تو این دردهاتا پروژه های تحقیقاتی کار کردیم با مردم رو مواد غذایی، نمیدونم کشتشون، نحوه کشتشون، این صحبت ها اینا رو ملاحظه تو جنوب، تو شمال، شرق، غرب ایران، خیلی جا. چند تا نکته وجود داره، اونهایی که با کمبود مواد غذایی مواجه هستن این ویژگی ها رو از خودشون نشون میدن. keeps people from working produce یا productivity, prevents clear thinking, is intensely painful, can result in permanent damage to the body and mind, decreases resistance to disease, if goes long enough it kills. پس ما، من اینو خیلی متاسفم که بگم، در جنوب کشور، تو کشور قسمت جنوبی کشور بندر عباس، اون طرفا سمت هم بندر عباس و هم به سمت سیستان بلوچستان، من تو زابل این برابر زیاد رفتم کار کردم، مردم یه جوری ریتاردن، حتی جووناشون تفلک، و
مثلا با طرف حرف میزنی انگار که یه گپ مثلا چند ثانیه ای داری، 2 ثانیه ای داری که بفهمه تو چی گفتی بهش، بگیره نکته رو. تیز نیست، یعنی بعضی ها تیزن، تو یه کلمه میگی فوری جوابت هم تازه میده، تیز جوابت هم میده. ولی مثلا این من باشم صحبت میکنم، حتی مثلا با کارمنده صحبت میکنم بهش میگم، میبینم همینطور بهم نگاه میکنم، متوجه شدی چی گفتم؟ ها آره، میبینی یه همچه حالتی، ها آره بله، انگار یه فاز عقب مونده. و خیلی جای دیگه هم به همین شکل بوده البته. خب اینا نکاتی است که مهمه. حالا میرسیم، چند تا سوال مطرح در این وادی که من دارم سخن میگم. یکی این که ما داریم راجع به بحث گرسنگی در جهان صحبت میکنیم دیگه، بحث این سوال کدام قاره در دنیا هست که بیشترین تعداد گرسنگان در اون قاره وجود دارد؟ کجا؟ جوابش بشه بعد. بعدی کدام قاره هست که بالاترین درصد گرسنگی را دارد به نسبت جمعیت؟ آفریقا. سوال بعدی What are the biggest victim of hunger؟ بزرگترین قربانیان گرسنگی در جهان کیا هست؟ نه اون که شد دیگه گفتیم قارش کیا هستن؟ بعدی حالا ایشون گفتن بچه ها، حالا میرسیم. بزرگترین قربانیان گرسنگی در دنیا چه کسانی هستن؟ هنوز جواب ندیدیم. من فقط دارم، من چون معلم هستم سخنرانی هم شبیه به معلم هست، خیلی عذر میخوام. شما البته همتون استاد من، خدا خیرتون بده، شما همتون استاد من هستید، من خیلی عذر میخوام، من شاگرد کوچک همه شما هستم. ولی لحن من دیگه نمیتونم خودم کنم، لحن صحبت من همینه دیگه. همیشه جلوی من یه عده دانش آموزان بچهای جوان از 18 سال تا 28 سال بودن، حالا میبینم همه اساتید من رو برو من نشستن. یعنی که ولی برای این حالا دقت، آخرین سال How many people in the world are considered hungry؟ صرف نظر که کدوم ایالت کدوم قاره هستن، صرف نظر که کدوم درصد بالا دارن، صرف نظر از این که بزرگترین قربانیان گرسنگی کیا هستن، سوال کلی چند تا آدم گرسنه ما تو این دنیا داریم؟ ما 8 میلیارد آدم نیست، درست میگم دیگه، و چه دو 8 میلیارد انسان در این کره زمین داریم. سوال من اینه خانم و آقایان، چند تاشون گرسنن؟ چند تاشون گرسنن؟ 2 میلیارد. آقای دکتر میگن 2 میلیارد. خیلی خوب، از اینجا ادامه میدیم. این بچه هر میبینید قیافش هم نگاه کنید، این بچه طفلک سیاپوس هم نیست، حالا کی میگفت آفریقا، میبینید که سیاپوس هم نیست. همون میدونیم مال کجاست؟ نه اتیوپی که آفریقاست. آفرین، کی گفت؟ آمریکای جنوبی. آه خدا خیر، آفرین. این بچه آمریکای جنوبیه. میدونی چند سالشه؟ 5 سال. آفرین، 8 سالشه. میدونی چند کیلوه؟ 20 کیلو. 10 کیلو به زوره. استخون و پوسته دارن حیوانی. ببینید این بهش میگن وستینگ، یعنی عدم رشد، کوتولگی، نابالغی. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی بچه در فاز بچگی باقی میمونه، رشد و توسعه نداره. توجه کنید. Failure to grow. Underweight میشه. Increase vulnerability to infection and illness. حساسیتش نسبت به بیماری ها میره بالا. اینه که شما میبینید تا یه بیماری میاد، ایدز میگن تو آفریقا، کرونا میاد تو آفریقا، و البته هر کرونایی، و البته بسیاری کشورهای دیگه دنیا که حالا بهشون میرسه. پس اینا رو داشته باشید. این روی بچه ها. اما روی بزرگا چی؟ روی بزرگا گرسنگی تأثیری که میذاره، یکی این که بی‌حوصلگی و رخوت، اصطلاحا نه رخوت ما میگیم، حال نداره، weight loss به قول معروف، اساسا وزن، reduce desire and ability to be productive،
به اصطلاح عدم تمایل به فعالیت، نمیتونه کار کنه. increase vulnerability to infection and illness. این در این مورد با بچه ها یکسانه. به اصطلاح سیستم ایمیون بدنشون چی میشه؟ به طور کلی از بین میره یا بسیار ضعیف میشه، برابری با هر بیماری، با هر به اصطلاح ویروسی، با هر باکتری، اینا با مشکل روبرو میشه. خب یه آمار اینجا هستش خیلی جالبه، این ترند به اصطلاح تعداد آدم های اندر نوریش، همه آدم هایی که ما بیم گرسنه، آدم هایی که سوء تغذیه دارن، حالا به عنوانی اینجا داره نشون میده. من عینکم رو بزنم که خوب ببینم. شما خوب میبینید اینجا نه بزرگ؟ خب دقت بفرمایید اینجا رو. میگه این قسمت، این سیاهه که اینجا دارید میبینید، تعداد به اصطلاح گرسنگان رو داره نشون میده بر حسب میلیون نفر. در سال 2005 خب بوده 810 میلیون مبایز 7 هم، ولی بگه 811 میلیون نفر. این خوشبختانه روندش در دنیا کاهشی بوده تا این 2000 و چنده 2014. خب بعد آروم آروم این رفته بالا، رفته بالا بالا تا 2020 که این از 2019 که کووید آغاز شده میبینید تا 2020 و متاسفانه الان که 2022 هستیم دیگه آخر آمار، این داره میره دو مرتبه بالا. الان میگن نزدیک به 1 میلیارد انسان بر روی کره زمین، یعنی 1/8 تقریبا جمعیت روی کره زمین، چون 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین داریم تقریبا، نه اینا گرسنه است، 1 میلیارد انسان گرسنه است با کمبود غذا مواجه است. سوال ما از شما اینه، پاسخ دلیل گرسنگی 1/8 جامعه بشری چیست؟ کمبود غذاست؟ گرونی. گرونی، فقر، در واقع میشه فقر دیگه، گرونی شکل فقر. حالا اینو بحث میکنیم ببینیم این حرف درست یا غلط. تقریبا ما به روی غذا تاثیر میذاره دیگه، پس میشه کمبود غذا. به بیانی صحبت شما میشه کمبود، نه میگه اتفاقا چیز نیست، کمبود غذا نیست، در واقع همه که گفتن درسته، فقره. یعنی غذا توی دنیا هست. من خیلی جالب بهتون بگم که الان بر روی کویسم، شما داستان مالتوس رو میدونید، شنیدید حتما، در قرن 17 هم بود اگه اشتباه نکنم، آقای مالتوس در قرن 17 هم حرف که زد این بود، گفت حالا من از سمت شما این به اصطلاح محور مختصات از سمت شما میکشم، اینجوری گفت این روند افزایش جمعیت یک روند هندسی دارد، یعنی اکسپوننشیال بالا می رود، اما روند تولید غذا حالت حسابی دارد، با شیب ملایم بالا می رود. بنابراین 1760 خورده ای ایشون گفت تا 50 سال آینده، اون موقع 200 خورده ای سال پیش، گفت تا به سال 50 سال آینده بی زحمت مردم دنیا از گرسنگی همدیگر رو خواهند کرد، چون روند تولید جمعیت اکسپوننشیال این. اما الان میبینیم که اون موقع یک، اون موقع مثل که 2 میلیارد انسان روی زمین زندگی میکردن، یا 1.5 میلیارد انسان روی زمین زندگی میکردن، الان 8 میلیارد انسان روی کره زمین داره زندگی میکنه. مقدار غذایی که ما الان داریم تولید میکنیم از مصرف انسان‌های روی کره زمین بیشتر است. دقت می‌فهمید چه عرض می‌کنم؟ اما سوال، پس این غذاها کجا داره میره؟ پس این غذاها داره کجا میره؟ پس چرا یه دهی تو آفریقا گرسنه؟ جواب، برای اینکه غذا هست، پول ندارن بخرن. مشکل توزیع غذا نیست، مشکل موضوع توزیع ثروته. آفرین، اصلا توزیع ثروته. شما دقت کنید مردم آفریقا بعد از این جریان آقای نیلسون ماندلا بود که اومد آمریکای افریقای جنوبی رو مثلا آزاد کرد و اپارتاید از بین رفت و اون داستان‌هایی که خودتون می‌دونید دیگه اتفاق افتاد. کنگره آفریقا یه جلسه تشکیل دادن، آقای نیلسون ماندلا هم اونجا تشریف داشتن تو کنگره، مال چند سال، 10-20 سال پیش بود. نیلسون ماندلا اون موقع زنده بود، یادم نیست.
گفتن که جهان غرب، اینا رو آفریقایی ها گفتن در کنگره آفریقا که از همه کشورهای آفریقایی شرکت میکنن، گفتن جهان غرب به ما 300 تریلیون دلار بدهکاره. 300 تریلیون دلار بدهکاره. بدونی برای چی؟ برای اینکه 300 ساله که آدمامون رو دزدیدن، منابع طبیعیمون رو دزدیدن، جنگلامون رو تراشیدن، الماسامون رو بردن، طلاهامون رو بردن، عده زیادی رو کشتن. الان با این بیگاری ها که به قول شما کشیدن بردن اسیر رو نمودن به عنوان چون آوردن بی زحمت تو همین آمریکای حاکزای خود ما به عنوان اسیر، به عنوان حالا میگم برده، اسیر دیگه، برده از اسیر بدتره که آوردن اینجوری، اول سرخپوستا رو پدرشون رو در بودن، بعدم سیاه‌پوستا رو، بعدم چینی ها رو استثمار کردن، اون به اصطلاح خطوط آهن رو کشیدن و شمال دیگه. منظور اینا 300 میلیارد تریلیون دلار به ما بده کارن، ما رو غارت کردن. اگه پولای ما رو پس بدن اون وقت ما هم میتونیم گندم بخریم، جو بخریم، اینو کنیم، کشور اون رو توسعه بدیم، زیر ساخت ها رو بسازیم خیلی جا. پس بنابراین اینو دقت بکنید، جالب. خب اون آماری که بهتون دادم، حالا اینجا اینو من بیارمش پایین که نه بدتر شد، بهش اونجا باشه. این دیتیل اون 800 و نزدیک به 1 میلیارد آدم گرسنه رو اینجا دیتیلش رو به شما میده که اینا کجا هست. دقت بفرمایید، خیلی جالبه. از این ور شروع میکنم، آفریقا، ایست آفریقا 117.9 میلیون آدم، میدل آفریقا 51.9 میلیون، این هم درصد جمعیتشون رو داره میگه، این درصد حالا دیگه ما اونها نمیدونم. ساتن آفریقا 56 میلیون، وستن آفریقا 59.4 میلیون، میدل ایست و نورت آفریقا 46.4 میلیون، و ساوت ایست ایشیا یه چیزی بوده 64. ساوت ایست ایشیا میدونی کجاها میشه؟ میشه سمت بنگلادش و هندوستان و میانمار و ویتنام و بگو دیگه این کشورهای دیگه اسمشون چی؟ کامبوج، اصلا بدبخته، کامبوج، تایلند، این کشورها که جمعیت بالایی هم دارن. و از جمله از قضا در گذشته چین، یکی از بزرگترین کشورهای فقیر دنیا و گرسنگان دنیا تو همون چین بودن. حالا به لطف بعضی از سیاست ها الان اینا دارن یک کمی جون گرفتن و دیگه بحث فقر و گرسنگی توشون خیلی به اصطلاح مادریت شده، حالا نمیخوام بگم از بین رفته ولی بسیار مادریت شده. اینا هست. پس از این ور شما بیاید ساوت ایشیا رو داشته باشین 37% و 257 و این بقیه دنیا هم که دیگه اینا هست. پس بنابراین میبینیم که بیشتر این به اصطلاح دوستان کجا بودن؟ خب جناب تو حالا چرا؟ به لحاظ جمعیت، حالا جواب سوال یک، به لحاظ تعداد جمعیت بالاترین تعداد جمعیت گرسنگان جهان در آسیاست، اما به لحاظ تراکم یعنی درصد از جمعیت که گرسنه هستن بالاترین درصد در آفریقاست. روشن شد؟ که یادتون باشه تراکم گرسنگان ارزش آماریش بالاتر از تعداد گرسنگانه. یعنی وقتی ما مقایسه میکنیم آسیا رو با آفریقا، بگیم وضعیت آسیا خیلی بهتره از آفریقا. چرا؟ برای اینکه خب جمعیت خیلی زیادی در آسیا زندگی میکنن، حالا مثلا فرض کنید که 30% گرسنه هستن، اما از جمعیت کم آفریقا مثلا 60% گرسنه است، 55% گرسنه است. توجه کنید، یعنی وضعیت در آفریقا وخیم تره از آسیا. خب این تصویری که میبینید نقشه گرسنگی در جهانه. من نمیخوام گیج میشید اگر عذر میخوام، بخواید به همه کشورها نگاه بکنید. من دو تا چی شو؟ نه والا دیگه ماکسیموم نورشه، یه مدام مال اینه. اگه میخواید میتونیم یکی دو تا از این چراغا رو از اون تا
خاموش بشه اینا بهتر دیده. حالا من نکات کلیدی رو خودم بهتون میگم، نیازی نیست که خودتون رو اذیت کنید. دقت کنید. ببینید اینجا داره میگه که درصد گرسنگی چجوریه. این مال 2012 است، دقت بفهمید، چون مال سالهای بعدم میخوام نشونتون بدم. میگه که اونایی که بالای 35% گرسنگی درشون وجود داره با این خط با رنگ قهوه‌ای تیر است، دقت کنید، تو آفریقا. اونایی که بین 25% تا 34% مردمانشون گرسنه، این رنگ شکلاتیه، باز ببینید غالبا توی آفریقا است. اینایی که به اصطلاح حالت چیز داره خاکستری، آماری ازشون ندارن، ولی اونا هم بعضیشون خرابه. ایران رو نگاه کنید. ایران کوشش گم کردم ایران ایناشش اینه ایران، این نقطه ایرانه، دقت کنید رنگش اینه. این کمتر از 5% جمعیت گرسنه است. روشن شد؟ خوبه، وضعیت ایران خوبه الحمدلله، کمتر از 5% جمعیت گرسنه است. خب حالا ادامه میدیم بریم جو، دقت کنید. این مال چه سالیه؟ فکر میکنم که این مال سال 2015 باید باشه. خب الان اینو من یه تکونش بدم میتونم بله 2015 میبینید؟ ولی 2015 است. دو مرتبه دقت کنید. ایران رو نگاه کنید. بین حالت بین 5 تا 10% ببینید یک کمی اوضاع خرابتر شد. یادتون باشه 2014 2015 سالهایی بود که تو ایران بسیار خشکسالی بود و ما بارون نداشتیم. یادتون از دوره 10 ساله‌ای بود که گفتن خشکسالی شده، حتی دریاچه ارومیه در اون سال تقریبا خشک شد. تقریبا خوش شد، نمیخوام بگم 100%، ولی تقریبا خوش شد. عکسایی رو من ازش دارم که حالا بعدا راجع به بحران آب در جهان اگر خواستید براتون صحبت بکنم، اونجا اونو خیلی قشنگ توضیح خواهم داد که بسیار بحث قشنگی هست. خب ولی باز دقت کنید، باز آفریقا میبینید که همه قسمت‌های شکلاتی و رنگ‌های تیره متأسفانه تو آفریقا هستش. و حالا مورد بعدی، این مال 2015. حالا دقت کنید میایم این 2018 بعد باشه اگه اشتباه نکنم، بله این 2018 هستش، بله مال 2018 ببینید، مال 2018 میبینید 2018. حالا دو مرتبه دقت کنید، ایران رنگش آبیه، دو مرتبه شده very low زیر 5%، میبینید یعنی وضع خوب شد دو مرتبه. اون ترساری هایی بود که شروع شد. نکته جالب قضیه اینجاست، تو ذهن مبارک داشته باشید. حالا میرسم بخش ایران مفصل صحبت کنم، میخوام ذهنتون رو روشن کنم چرا پایین بالا میشه، چرا یهو میره بالای 5%، چرا میاد زیر 5%. ما حدود 20 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در داخل ایران داریم که کشت میشه، تقریبا هر سال کشت میشه 20 میلیون هکتار. خب کشور ایران 165 میلیون هکتار مساحت میشه. دقت کنید دو تا عدد رو کنار هم بذارید. 165 میلیون هکتار مساحت کل کشور، 20 میلیون هکتارش قابل کشته. یعنی چقدر؟ کم یک دهم تقریبا، حالا یک هشتم قابل کشته. حالا از این یک هشتم بی زحمت قابل کش، از اون 20 میلیون هکتار 12 میلیون هکتارش دیمکاریه، یعنی آب بدون آبیاری آب بارانه، و 8 میلیون هکتارش آبیاری کشاورزی با آبیاریه، ایریگیتد اگریکالچر هستش که مثلا آب میدن محصول برداشت میکنن، این حرفا خیلی هم خوبه. میانگینه چون حالا روی گندم رو استراتژی به اصطلاح غذا هم صحبت کنم، گندم یکی از فاکتورهای مهم غذایی در کل جهان محسوب میشه، میانگین تولید گندم در اراضی دیم ایران در شرایطی که خیلی مهندسی مثلا کار بشه دیگه، دانشجوی دانشگاه تهران، مهندسای دانشگاه تهران و ایکس و ایگرگ و زد مثلا برن اونا خودشون کشاورزی بکنن خیلی خوب کار کنن، 2 تن در هکتار میتونن گندم از هر هکتار برداشت کنن. روشنه چه ارز میکنم؟ 2 تن در هکتار. در شرایط آبی
خیلی خوب عمل بکنن، مهندسی کار کنن، سم و کود و چی و چی و چی، یه چیزی بوده 5.5 تا 6 تن در هکتار گندم تولید میشه، یعنی 1/3 دیم نسبت به آبیاری. خب دیم 1/3 آبیاری تقریبا اینجوری. این عملکرد گندم در شرایط خوبه بود، تازه خیلی وقتا از اینم کمتر میشه. به همین دلیل هستش که وقتی که پربارانی میشود، چون کشاورزی ما عمدتا هم دیمه و دیما وابسته به بارندگی هستش، مملکت وضعش خوب میشه. وقتی که خشکسالی میشود، همون 2 تن میشه 1 تن، مثلا میشه 1.500. گاهی اوقات شرایطی پیش میاد که گندم قابل برداشت نیست، بی زحمت گوسفندا رو میفرستن توی گندمزار بچره، یعنی قابل یعنی صرف میکنه، یه نفر بره داست بگیره دستش مثلا گندم بچینه. دقیقا میتونم چه عرض بکنم؟ گوسفندا رو میفرستن که بره اونجا گندم ها رو بچره، چون ارزش برداشت کردن دیگه. به این دلیل که این بالا پایین میشه. خب اینو داشته باشید. حالا میام سراغ اسلاید بعد. این مال 2000 رو فکر میکنم 20 بعد باشه، اگر بله 20 بله دقیقا 2020. دقت کنید، دو مرتبه ایران تو سبز قرار گرفت. این سبزه، بازم خوشبختانه زیر 5% گرسنگی، ولی دقت کنید دو مرتبه آفریقا اینجوری. چینی ها رو دقت کنید، چینی ها یه دوره اون اوایل وضعشون خیلی خراب بود، جز به اونایی بودن که توی زرد و نارنجی اینا قرار گرفتن، حالا اومدن توی چی؟ آبی قرار. این بالایی چی میدینی کجاست؟ مغولستانه. این بدبخت بیچاره مغولستان، اینا همینجا که اینجا دارم نشونتون میدم، اینا وضعشون خراب. خب اسلاید بعد، این مال 21، مال پارسال. خیلی دیگه این فکر آخری، مال 22 هم شاید داشته. دقت کنید، دو مرتبه چین نگاه کنید، تو این قسمت آبیه به کجا رسیده؟ کمتر از 2.5% گرسنگی در چین، ببینید. حالا ایران نگاه کنید، سبز شده، متاسفانه اومده بین 5 تا 14.9%. حالا این گرسنگی هم، یعنی یه خود اوضاع، ببین بین 5 تا 14.9 خیلیه، یعنی 5 تا 15، 3 برابره. انصافا ایران به سمت بالاست، به سمت پایین نیست. عنایت کنید چه عرض، مثلا اگر 5 مثلا 5.5، اگر مثلا 6 ماکسیموم 7، اینجوری نیست که مثلا 15 باشه. پس برابری این قصه بر میگرده هم به شرایط اقلیمی و هم بر میگرده به شرایط به صلاح این که ما چگونه از آبهای موجود در کشور بهره برداری بکنیم که بتوانیم افیشنتلی به صلاح تولید داشته باشیم. این خیلی خیلی مسئله مهمیه که ما چگونه آب رو مصرف میکنیم در بخش کشاورزی. حالا اینو بهش میرسم، روش با هم صحبت کنیم. خب یه سری آمار غم انگیز هست، حالا بد نیست، نمیخوام دیتیل کنم، فقط بدونید، بد نیست که بدونید. 25,000 تا آدم ها هستن که هر روز از گرسنگی متاسفانه میمیرن، روزی 25,000 انسان در روی کره زمین. در آسیا و پاسیفیک، over half of the world population, nearly 2/3 of the world's hungry people, در آسیا و پاسیفیک قرار گرفتن. پاسیفیک کجاست؟ یعنی امریکای جنوبی میشه، آسیا هم که آسیا است دیگه. بله. بله، حالا کلی دیگه. حالا بیشتر خب آفریقای آمریکای جنوبی ها هستن که بعضیشون خرابه. شمال که این اینان دیگه، این اینا که میبینی خوشبخت. خب حالا دقت کن. گفتم حدود نزدیک 1 بیلیون نفر، حالا یه ذره کمتر از 1 بیلیون نفر، 895 میلیون تقریبا، نزدیک به 1 میلیارد بگیم، شاید آمار دقیق تری باشه، دارن گرسنگی گرسنه هستن و زیر 1 دلار در روز دارن زندگی میکنن، با روز 1 دلار در روز. 2.6 بیلیون پیپل با کمتر از 2 دلار در روز دارن زندگی میکنن که 40% پاپولیشن جامعه رو وجود داره، و تعداد بیشتری هم هستن که حالا حدود 2.5 دلار بیشتر دارن زندگی میکنن. اینم آمار ریز گرسنگان جهان. دقت کنید، میگه که 65% جمعیت گرسنگان جهان تو این کشورها قرار گرفتن، هندوستان،
چین که حالا دیگه چین داره خودش رو میاره بیرون، دیگه تقریبا چین داره پاک میشه در سالهای اخیر، بنگلادش، اندونزی، پاکستان، اتیوپی و دموکراتیک ریپابلیک آف کنگو، مثلا جمهوری دموکراتیک کنگو. جمهوری دموکراتیک کنگو آقایون خانم ها فقیرترین کشور دنیاست. اخیرا متاسفانه با این جنایتی که عربستان سعودی بلاهایی که به سر یمن آورده، یمن هم در ردیف همین کشور ریپابلیک کنگو قرار گرفته، به خاطر که تمام زیرساختای یمن رو این سعودی ها بی انصافا زدن و نابود کردن و این مردم بیچاره خیلی تحت فشار هستن. پس دقت کنید، ایندیا آسیا، حالا چین رو ولش میکنیم، بنگلادش آسیا، اندونزی آسیا، پاکستان آسیا، اتیوپی و به اصطلاح دموکراتیک کنگو در آفریقا هست. خب سوالی که ازتون پرسیدم، گفتم بیشترین ضربه رو کی میخوره؟ دو گروه میخورن از گرسنگی، زنان و بچه ها، خصوصا زنهای جوان. میدونی برای چی؟ خب اغلب گرسنگی در کشورهایی در حال توسعه است، واقعیت قضیه اینه متاسفانه، حالا نمیتونیم این کار کنیم. اتفاقا زاد و ولد هم در کشورهای در حال توسعه از همه بالاتره، اینو خودتون هم میدونید. نرخ رشد جمعیت جهان افریج کل جهان 1.2%، نرخ رشد جمعیت جهان میانگین جهان 1.2%، میانگین نرخ رشد جمعیت جهان، جمعیت کشورهای در حال توسعه فکر می‌کنید چند درصده؟ 3.5%، 3 برابر نرخ رشد جهان. پس بنابراین عمده این دخترای جوان که دستاشون اینجوری دراز شده برای گرفتن غذا، غالبا مادران آینده هستن، هم خودشون اندر نوریشمنت دارن، هم اگر حامل باشن بچه داخل جنینشون اندر نوریشمنت داره، هم اگر بچه تو بغلشون باشه شیر ندارن به بچه بدن، یا اگر شیرم میدن اندر نوریشمنت شیر دارن. پس بربرید بچه ایم که در جنین مادر با کمبود تغذیه مواجه میشه، ضربه هایی که بهش میخوره، حتی اگر بعد از تولد شما تغذیه خوب بهش بکنید، باز هم 100% ریکاوری صورت نمیگیره. خصوصا بچه‌هایی که بین تولد تا 5 سالگی با کمبود مواد غذایی مواجه هستن، که این روی رشد مغزیشون، روی سیستم ایمیونی بدنشون و قصه الهازا اتفاق میفته، بعد از 5 سالگی اگر بهشون باز تغذیه خوب بدی، باز هم ریکاوری کامل صورت نمیگیره، یعنی اون ریتارمنت ذهن همچنان باقی میماند متاسفانه. پس بنابراین به همین دلیل هستش که یکی از فاکتورهای به اصطلاح تصمیم گیری برای اینکه یک کشوری توسعه یافته است یا در حال توسعه است یا بسیار عقب مانده است، میان روی میزان مرگ و میر بچه های 0 تا 5 سالشون آمارگیری میکنن، مبتنی بر اون تصمیم میگیرن که این کشور در چه وضعیتی از نظر اقتصادی و یا توسعه قرار گرفته. تا اینجا که خسته نشدید؟ خب افسرده دیگه، بالاخره واقعیت دیگه، متاسفم. بله منم افسرده هستم خدا بگید، ولی واقعیت بعد چشم گوشمون باز بشه وقت راه حل بده. خب اینو داشته باشید دیگه، من وارد این مقوله نمیخوام بشم که چند میلیون هستن، چقدرشون دارن تفلکا میمیرن، اما این آمار قشنگیه. به این آمار یه دقتی بفهمید، یه خوده ممکنه گیج کننده باشه ولی من توضیح میدم آسون باشه. دقت کنید اینجا، من اینه یکم بیارم پایین، خط صاف، خط به اصطلاح بدون چین، مورتالیتیه، مرگ و میره، first 5 years در 5 سال اول، per 1000 live birth مبتنی بر 1000 تولد چند تا بچه بین 0 تا 5 سال میمیرند. خب اینو اینجا داره میگه، اینجا birth per woman روی این مقدار بچه ای که از هر زنی متولد میشود، بعد چند تا کشور آورده، یکی آرژانتینه، یکی چیلیه، یکی برزیله، یکی
مثلا آمریکا است. حالا من مثلا این مال برزیل رو با آمریکا رو با هم دیگه مقایسه کنم. برزیل کشور در حال توسعه فرض کنید، آمریکا رو بگیم کشور مثلا توسعه یافته. خب اینی داشته باشید اینجا. آمریکا پس این خط به اصطلاح سرمه ای است دیگه، نه؟ خب ببینید اینجا برزیل اینه. این چی بود؟ این خط چینی بود، مرگ و میر بود دیگه، نه؟ این نه ببخشید تولد در سال 1960 به این دقت کنید، در سال 1960 به اصطلاح مقدار بچه هایی که در هر زن تولید می شده است یه چیزی حدود 6 تا بچه بوده. یعنی هر زن برزیلی در 1960 6 تا بچه می زاییده. و بعد این هی روند کاهشی پیدا کرده 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 اومده پایین. این هم سال هاست اینجا می بینید تا اومده به سال 2010. به سال 2010 رسیده تقریبا به 1.5 دو تا بچه برای هر خانم برزیلی. این نشون میده که پس روند رشد جمعیت روند چی بوده؟ کاهشی بوده دیگه، تولید بچه روند کاهشی بوده. حالا بعدی میام اینو توی آمریکا در نظر میگیره. آمریکا این خطه بود دیگه اگه اشتباه نکنم، یونایتد استیتس اینه دیگه. آمریکاییه تولید بچهش زیر 4 تا بوده، یعنی 3.8 بوده هر خانومی. و بعد هم که اومده پایین، بعد دو مرتبه اینا در سالهای 1980 فلان یکم این نرخ روش جمعیت تشویق نمی که مردم بچه دار باشن رفته بالا، ولی در نهایت رسید باز به دو تا بچه. الان دو تا بچه است. ممکنه؟ بله بی تأثیر نیست. بله اومدن اینا رفته بالا. حالا مرگ و میر دقت کنید. این مرگ و میر جالبه. این مرگ و میر دقت کنید. این خط مرگ و میر بود که نه؟ ببینید مرگ و میر در برزیل، این خط سبز است دیگه، در برزیل از هر 1000 تا بچه‌ای که در سال 1960 به دنیا می اومده یه چیزی حدود 100 و مثلا 50 175 تا تقریبا، نه 175 تا 180 تاشون میمونه. دقت میکنید نرخ مرگ چقدر بالا بود. ولی با گذشت زمان این خط به اصطلاح مرگ و میر نکنید شیبش خیلی چیه شدیدتره از خط تولید مثل. یعنی نشون میده که وضعیت بهداشت به اصطلاح بهتر شده. و همزه میبینید تعداد مرگ و میر به شدت اومده پایین. در سال 2000 مثلا 10 چند تا شده مثلا به زیر 50 تا رسیده، به زیر 25 تا رسیده، از 180 تا در هر 1000 تا رسیده به کمتر از مثلا 30 تا یا 25 تا. در خب این نشون میده که وضعیت بهداشت خیلی چی شده؟ بهتر شده. یعنی به بیان دیگر وضعیت به اصطلاح برزیلیا چی شده؟ بهتر شده از نظر اقتصادی، از نظر توسعه و دیولپمنت. و حالا مال آمریکا رو دقت کنید ببینید دو مرتبه. مثلا مال خود آمریکا این مال بچه‌شون بود، این مال مرگ و میرشون. دقت کنید آمریکایی‌ها 1960 مثلا از هر 1000 تا بوده تقریبا مساوی با الان برزیلیاست. تقریبا از هر 1000 تا مثلا بوده زیر 50 تا، مثلا 30 تا بوده، الان رسیده به چند تا؟ خیلی پایین، کمتر از 10 تا. ببینید نزدیک به 10 تا، کمتر از 10 تا بچه تو هر 1000 تا بچه‌ای که تو آمریکا به دنیا میاد. این نشون میده که وضعیت بهداشت خیلی خیلی خوب عالیه. اینو اگر لحاظ بکنیم، خصوص من رو اینو گفتم که حالا بیام روی یه بحث دیگه ای رو براتون صحبت کنم، اینو دیگه بحث نمی کنم. به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین ویکتیم های گرسنگی مادران و بچه ها هستن. اینم آثارشه. ببینید این بچه رو، ببینید این بچه رو، ببینید این بچه رو. واقعا خدا نصیب نکنه، حالا حتی دیدن عکسش هم آدم رو اذیت میکنه، چه برسه که واقعیت ها شد ببینید. خب البته ناگفته نموند بعضی از مناطق، بگم نگم، سیستان و بلوچستان دیدم
رفتم دیدم عین همین، یه ذره بهتر از اینا هستن. متاسفم که این حرف میزنم، ولی هستن، واقعا متاسفم. خب اینا رو دیگه من نمیخوام بگم، اینا دیگه فایده ای نداره. فقط به این تصویر شما یه نگاهی بکنید. ببین این مادر فکر میکنید چند سالشه؟ این زن چند ساله به نظر میاد؟ واقعا قیافش 15 16 ساله است به نظر شما؟ ولی به قیافش شما نگاه کنید فکر میکنید بالای 35 سالشه. خدا وکیلی کمش آدم میگه این 30 35 سالشه، واقعا همون که شما میگید 20. بله و حالا چهره این زن نگاه کنید. آفرین. یعنی سوء تغذیه در چهره مادر به راحتی دیده میشه، طبیعتا در چهره فرزند هم به همون کیفیت داره دیده میشه. اگه دقت کنید داره یه چیزی به بچه میده بخوره، بچه باید شیر بخوره بیچاره. این مادر شیر نداره به این بچه بده. شیر از کجا تولید میشه در سینه مادر؟ میگن از مغز استخون. من آقایون خانمای پزشکا هستم، من متخصص نیستم، و واقعا میگن این باید مادر باید خودش اینقدر تغذیه کنه، ویتامین بخوره، نمیدونم آب پرتقال بخوره، آب سیب بخوره، آب فلان بخوره، اینو بخوره اونو بخوره، استخوناش باید قوی باشه. بعد از مغز استخون مادر مثلا شیر تولید میشه، کلسیم بدن مادر میاد شیر رو تولید میکنه. کو خود مادر استخون نداره بعد وقت کجاش میخواد به این بچه شیر بده؟ پس من برای این نکته ایست که وجود. حالا همون قصه و اون گرافه رو نشون دادم که اینو بهتون نشون بدم. این فاجعه است. این پاپولیشن پیرامید، هرم جمعیتی. خب هرم جمعیتی دقت کنید، این فاست گروف این دموکراتیک ریپابلیک آف کنگو، یادتون هست گفتم فقیرترین کشور دنیاست؟ بهش نگاه کنید. اینجا داره میگه که بچه های اینجا گروه سنی رو داده، گفته 0 تا 4 5 تا 9 10 تا 14 15 تا 19 دیگه هم تو داریم میبینید. 5 سال مثلا گروه جمعیتی رو طبقه بندی کرده تا بالای 80 سال. خب اینجا دقت کنید، 0 تا 4 درصد جمعیت پسراشون یه چیزی بوده 18% بچه ها پسر ها هستن، یه چیز حدود 18% دختر هستن. یعنی جمعیت 36%. 36% جمعیت آقایون ریپابلیک آف کانگو بچه های 0 تا 4 سال هستن. 36%، یعنی 1/3 جمعیت، یه چیز حدود 1/3 جمعیت 0 تا 4 سال. حالا دقت کنید، این بچه ها وقتی که میان به سن 5 تا 9 سال میرسن چند میشه؟ میشه 15 و 15، میشه 30%. وقتی میان به اینجا میشه چقدر؟ زیر 15، 14 یا 13 واسه 26%. دیگه همینطور بیا بالا بیا بالا بیا بالا. آدما در سن مثلا 20 سالگی میگن که قابل بهره برداری میشن. یه جوان 20 ساله است که دیگه میگیم خب میتونه مسئولیت بپذیره، بره سر کار، مثلا پول در بیاره، تو کارخونه کار کنه فهم. زیرش تقریبا جوونه، بچه است دیگه، هنوز نوجوانه. بگذاریم که این بیچاره از سن 7 8 سالگی توی مزرعه دارن کار میکنن، حالا من به اونش کار ندارم، ولی نرم جهانی اینه دیگه. آقا 18 سال 20 سال مثلا جوون میتونه بره سر کار. دقت کنید در سن اینا 36% بودن دیگه، در سن 20 سالگی 10 و 10 20%. یعنی از 36% میرسن به 20%، یعنی 16%شون مردن تا برسن به 20 سالگی، بنده های خدا. و حالا میریم بالاتر، ما معمولا میگیم که آدم ها از 20 سالگی میرن سر کار تا چند سالگی؟ 64 سالگی 65 سالگی دیگه، نه 65 سالگی میگن سن بازنشستگی. حالا بگذاریم که اخیرا میگن 67 سال نمیدونم چی فلان تشویق، ولی معمولا 65 سالگی. دقت کنید، این بچه های 20 ساله که در اینجا هستن که یه چیزی گفتم ببینید، 10% 20% جامعه ها شدن 20 ساله ها.
به سن 65 سالگی که میرسن رسیدن به کمتر از 10%. دقت کنید این مرداشونه دیگه، 65 سالگی آن. این یه چیز بال 2.5%. این یکی هم که میل مردشونه که یه چیز بوده مثلا 1.5-2%. یعنی کل هم 5% تقریبا حساب کن، یعنی از 20% به 5% کاهش پیدا کرده. دقت کردی چه ارزش داره؟ یعنی ایده این همین جووناشون هم دارن میمیرن، همینطور اینا هم دارن میمیرن تا به سن بازنشستگی با هم برسن. خب شما چه انتظاری از این جامعه دارید؟ فکر میکنی این جامعه جامعه تولید کننده است؟ این جامعه اصلا میتونه تولید کننده باشه؟ آدم درست حسابی داره؟ تازه همین جووناش هم ناقص الخلقن، یه جورایی طفلکا یا عده کثیرشون ناقص الخلقن. بنابراین شما توقع توسعه و پیشرفت نمیتونه از این کشورها داشته باشید. همش برمیگرده به چی؟ به تغذیه. همش برمیگرده به اقتصاد، برمیگرده به ظلمی که به بشریت دارد میشود. حالا من احساساتی نکنید که وارد اون فاز ضد امپریالیستی خودم بشم و بگم اونایی که نباید بگم و بگم و از اونایی که نباید اسم ببرم اسم ببرم. توجه کردی چه عرض میکنم؟ اونایی که دارن جهان رو میچاپن. حالا دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب حالا این ور قضیه رو ببینید، این مال کجا؟ United States of America. چه خوشگل. تقریبا این جمعیت بچه هایی که اینجا به دنیا آمدن بی زحمت اومدن، هیچ تغییری درشون نکرد، همشون زنده و سرحال و قبراق. به اینجا که رسیده تازه زیادتر از همون مهاجرهایی که شما فرمودید میان، تازه زیادتر هم شده. حالا بی زحمت بعد از 65 سالی یک کرونا مرونایی بهشون بخوره و این صحبت ها، آروم آروم یه خورده ای اینجا دارن چی میشن؟ کاهش پیدا میکنه و میرن بخوره. توجه کردی؟ این یعنی یک جامعه سالم، این یعنی یک جامعه هاکزا. آره خانوما میانگین سنیشون 5 سال بالاتر از مرد هست. واقعا اقلا 5 سال این دنده های خدا یه نفسی میکشن که خب حالا من دیگه اینا رو نمیخوام بگم، فقط اینو میخوام بگم که آنچه که موجب گرسنگی اون بچه ها و اون هرم جمعیتی میشود، خانوما آقایان، کمبود غذا در جهان نیست، درونیست، اقتصاد است، توزیع نابرابر ثروت است، چپاول منابع طبیعی و غیر طبیعی کشورهای در حال توسعه است که موجب فقر و فلاکت می شود. به این دقت کنید، این همون هرم جمعیتیه که بحثش می کردیم. وقتا حالت اکسپوننشیال داره. دقت کنید لطفا. ظلم، بله بله ظلم. ببینید جامعه جهانی در سال 2020 یه جمعیت بوده 7.7 داشته، الان 8 میلیارد انسان بر روی کره زمین الان دارن زندگی میکنن. الان باید این نقطه هست، تو این نقطه هست ایشی بوده 7.8، و این جمعیت همچنان در حال رشد تا به اینجا برسه. و ما باید به این فکر باشیم که آیا میتوانیم غذای این جمعیت رو تا سال 2000 رو ببینید 2050 و بعدم میرسه تا 2150 دیگه به 11 میلیارد میگم میرسه، تقریبا دیگه افقی میشه، صاف دیگه بیشتر از اون نخواهد شد. حالا اگر ما یه بلای سر خودمون تا این زمان نیاریم که یه جنگ اتمی اینا فلان و بیساری اگر نشه که کل جامعه بشری رو با مشکل روبرو کنه. من وقتمون خیلی زیاد نیست، میخوام از این بخش عبور کنم، فقط میخوام یه کلمه بگم. فکر نکنید که گرسنگی فقط در جهان و در جهان سومه، تو خود آمریکا هم گرسنگی وجود داره. خودتون تو این خیابونا هوملسا رو دارید میبینید. اگر ندیدید بی زحمت آدرس میدم، تشریف ببرید توی لس آنجلس، مرکز شهر لس آنجلس، اونجا یه چرخی بزنید خوب میبینید این صحنه ها رو که این بنده های خدایی که
کنار خیابونا و این بر و اون بر و تو این چادرها و تو این کسافتکاری ها دارن زندگی میکنن، لب جاده ها و تو خود مرکز شهر و زیر پلا و اینا رو برید نگاه کنید مفصله. خب از هر به اصطلاح خانواده، حالا تو بچه ها تعداد به همین که سال باشه بعد بکنید. سال دارید؟ میخوام بگم صبر کنید که صحبت باشه. ما این به اصطلاح در جمعیت آمریکا هم یک چهارم از بچه ها در ریسک گرسنگی هستن و بسیاری مسائل دیگر. حالا دقت کنید، خط فقر تو آمریکا چنده؟ چقدر دلاری؟ چقدر درآمد در سال خط فقر رو برای یک خانواده چهار نفره ترتیب میکنه؟ چقدر؟ نه نه نه، به لحاظ چقدر درآمد در سال داشته باشید شما جزو فقرا محسوب زیر اون مقدار. نه، 27,750 دلار. 27,750 دلار برای یه خانواده چهار نفره اگر زیر این داشته باشید فقیر محسوب میشید. چقدر از مردم دارن با حقوق SSI الان دارن زندگی میکنن؟ ما این 900 دلار بهشون دارن میدن و غیر از اینه 900-950 دلار نمیدونم چقدر میدن خدا وکیلی چون من نمیگیرم خودم. بیچاره ها چقدر، چند نفر از مردم دارن اینجوری الان زندگی میکنن؟ در واقع اگه شما چشممون رو باز کنیم فقر وجود دارد، منتها پنهان است. ظاهر همه چیز زیباست اما در عمل نه. خب من از اینم عبور میکنم. اینم ایالت های آمریکاست که با به اصطلاح مشکل فقر مواجه هستن. از شماره 1 تا شماره ایالت ها من اینجا بخونم براتون. مینسوتا بالاترین مقدار فقره. دی سی، نوادا، لویزیانا، نیویورک، نیو مکسیکو، فلوریدا، تنسی، نورث کارولینا و آلاباما. اینا کشور همه ایالت هایی هستن که درصد فقرا رو، اونایی که زیر خط فقر هستن. میسیسیپی بله، بالاترین درصد زیر خط فقر رو اینها. بله بله، همینه که رنگ روشن شده اینا به ترتیب. دلار سرای تنسی پیش از حد به خاطر فقر مردم از دلار سرا شو. بله، شما خیلی هم دور نمیخواد به تشویق بر همین پومونا، چون من استاد دانشگاه پومونا هستم دیگه، کالیفرنیا استیت یونیورسیتی در پومونا است. اونجا تشریف ببرید توی خیابون‌های پومونا یه چرخی بزنید، اون دلار سیتی ها رو میبینید، دلار تری ها رو میبینید و اینا رو میبینید و دور ورش. من رفتم اونجا یه چیزی بخرم واسه پروژه‌مون، یه چیزی بخرم، یه سیاه‌پوست اومد به من گفتش که میتونی به من یه کمکی بکنی، چیزی که من سالا ندیده بام. یه نفر بیاد بگه پول بده. گفتم که چطور؟ گفت من عوضش اینجا میپام ماشین تو، کسی خد نندازه یا مثلا چیز نکنه. خدا شاهده من میپام که ماشین تو یه وقت یک کسی بهش خد نندازه یا نزنم. آره، من دادم بهش، 2 دلار بهش دادم که برم تو. بالا درصد بالایی از مردمانشون در زیر خط فقر. اصلا فلوریدا اینجا نیست آقای دکتر، اینجا فلوریدا نیست، آلاباما است. آه فلوریدا. خب ببین، فلوریدا 28% جمعیتشون زیر خط فقر قرار گرفته، زیر خط 27000 خورده دلار در سال. بله، و جالب یک اتفاق همین که میگی درسته، غالب اینا که زیر خط فقر هستن در درجه اول اسپانیش ها هستن، در بعد از اون سیاه پوست هستن. خب خب بله، ببین این تعریفی که خودشون برای خط فقر میکنن، میگن جام خانواده ای که، یعنی از اون مواهبی که یک شهروند آمریکایی باید برخوردار باشد نیستن دیگه. مثلا خونهشون استاندارد نیست، نمیدونم غذاشون استاندارد نیست، گردش و تفریحشون استاندارد نیست، ایناست دیگه. فقر رو اینا تعریف میکنن.
27750 دلار برای 4 نفر حداقل پولی است که باید اینا در سال داشته باشن، تکس در رفته. یه مقدار کمک های اضافه بهشون میشه، یعنی من دیدم مثلا برای بچه هاشون آفرین مدرسه خدا خیرتون بده. ببین دقیقا دقیقا یه خونه بیان برشون پیزی کاتراپی، من یعنی همین ایرانی هایی که من میدینم SSI میگیرم واقعا اینا واقعا فقیر نیست. همین ببینید این کمک های مردمی که دولت میکنه اون فرق میکنه با اینکه یه نفر فقیر هست یا نیست. دولت آمریکا چون ثروتمنده در حال خیلی جاها رو ثروتشون رو میگیره میاره توی این مملکت، میتواند که این کمک ها رو بکند، ولی در واقع این حقیقت فقیر بودن اونها رو حل نکرده، اونا فقیرن. اگر دولت کمکشون نکنه گرسنه میمونن، منتها اگر میکنه بخاطر که دولت غنیست نه ملت نه این افراد. بس اینه. منتها دولت کنگو بدبخت خودشون هم فقیرن، خود دولتش هم فقیر، به کی میخواد کمک کنه؟ به خاطر این. خب دیگه از اینا من میخوام عبور کنم، دیگه اینا رو نمیخوام بحث بکنم، میخوام بیام روی ایران یکمی حرف بزنم. خب اون ساندویچ زمین بود، مال چیز نیست. دلتون برای این خوشه به عرضم الان دیگه میریم شام. اما این ایران کشور خودمونه، کشور زیبای ایران. خب من یه نکته خدمتون عرض کنم، در جهان بارندگی صورت میگیره، میدونید دیگه بارون میاد همه جای دنیا، بارون میاد. 4/3 بعضی وقتا میگن 4/5 بعضی وقتا 3/5، 3/5 رو فرض کنید 3/5 کره زمین اقیانوسه، میدونید که مساحت خشکی زمین خیلی کمتر از مساحت آب هاست. از مجموعه آبهایی که تبخیر میشه به علت تابش خورشید، اینا ابر میشه دیگه، ابر میره تو اون سیکل به اصطلاح بارانزایی خودش قرار میگیره، باران تبدیل میشه. 90% بارانهایی که در جهان میبارد رو اقیانوس میبارد. دقت بکنید چرا، خیلی جالبه این نکته. 90% بارونی که روی جهان میاد تو اقیانوس ها میاد، 10% میاد روی به اصطلاح خشکی ها. اینو داشته باشید. اینا جلسه بعد اگه بخواستید راجع به آب براتون صحبت کنم، اینو قشنگ براتون باز میکنم، خیلی زیباست، بحث خیلی قشنگ و دقیقه. این رو اینجوری اینو داشته باشید. حالا میانگین بارندگی جهان در کل کره زمین 760 میلیمتر در سال، 760 میلیمتر در سال، 760 یعنی 76 سانتیمتر دیگه، نه؟ میشه چقدر؟ اینقدر ارتفاع آب تقریبا، نه؟ اینقدر ارتفاع آب روی کل کره زمین در نظر بگیرید. آره آره دیگه، روی اقیانوس، اصلا کل کره زمین گفتم روی 90% روی خود اقیانوس دیگه، اینقدر ارتفاع آبه. خب میانگی ایران چند میلیمتر بارندگی داره؟ 250. خدا خیرتون بده، آفرین آقای دکتر. 250 میلیمتر از 760 میلیمتر میانگین بارندگی جهان، ایران 250 میلیمتر بارندگی شد، یعنی یک سوم. پرباران ترین نقطه ایران میدونی کجاست؟ گیلان. کجای گیلان؟ رشت. نخیر، بندر انزلی. این بخواد این بخواد این بخواد این آره خب ما آمار هواشناسیش دست من. میانگین بارندگی در بندر انزلی 1200 میلیمتر، این از میانگین جهانی بالاتره. 1200 میلیمتر بارندگی در بندر انزلی، این پربارانترین نقطه ایران. کم بارانترین نقطه ایران کجاست؟ دشت کویر. کویر لوت. میدونید میانگین بارندگی چقدر در سال؟ گاهی اوقات صفر، گاهی اوقات 50 میلی متر. 50 میلی متر. خب
ولی خیلی وقتا صفر. این هم از این، این هم داشته باشه. حالا اینجا دقت کنید چی نوشته. نوشته که اراضی کشاورزی رو براتون داره نشون میده. این قسمت هایی که سبز میبینید، این سبزا، این سبزا، سبزا رو میبینید اینجا، رنگ رو من نمیدونم تشخیص می آفر. سبز روشنه میبینید، این سبزا، اینا مناطق کشاورزی آبیاریه. این نارنجی ها، نارنجی هایی که میبینید مناطق کشاورزی چیه؟ چیزه، دیمه، دیمکاریه که ما آب بهش نمیدیم. این قسمت ها، این سبزایی که کمی پررنگه مثل این لکه ها، اینا جنگله، جنگل های شمال و جنگل های زاگروس، اینا جنگل های زاگروسه، اینا هم جنگل های به اصطلاح شمال. بقیه این قسمت هایی که این رنگ های این شکلیه، اینا مرتعه. این سفید ها بی زحمت دشت کبیره دیگه، کبیر لوت و کبیر فلان. میگم عمده 75% کشور کبیره. اما ظاهرش بده، باطنش زیباست. من بهتون بگم در این کویرها اونقدر مواد معدنی، اونقدر مواد به اصطلاح صنعتی وجود دارد که اگر ما عرضه داشته باشیم با استخراج و تصفیه و فروش این منابع به اصطلاح صنعتی که در داخل کشور هست، اصلا باور نکردنیه. و شما همین کویر لوت، من رفتم ترود، اونایی که رفته باشید شاهرود، اگر رفته باشید شاهرود، دقیقا شاهرود رو به سمت جنوب مستقیم برید پایین، یه خط مستقیم به سمت، بعد از 8 ساعت تا 10 ساعت رانندگی با لندروبر رو، با این ماشین های معمولی نمیشه برین و کشته میشه آدم، با این مثلا چی میگن کروز و بلیزر و این ماشین های بسیار آفرود به قول من، با اونا 8 ساعت تا 10 ساعت که برید میرسید به یه منطقه به نام ترود. ترود آخرین نقطه ایست که حیات بشری وجود داره، بعد از اون دیگه حیات بشری وجود نداره. یعنی از ترود به پایین تر که یه چیزی مثلا این مناطق لبه، این لبه دشت کبیر میشه، اونجاها آدم هست، اونجاها آدم زندگی میکنه، تو ترود آدم زندگی میکنه، اما آبش تلخ، آب مثلا میزنه به دهنه شور نیست، تلخ، ولی پوشش گیاهی داره، اونجا شتر زندگی میکنه، از اون آبم میخوره. آدم ها برای خودشون با تانکر آب میارن اونجا و بعضا یه خود کشاورزی هم مثلا میتونن بکنن. در همون منطقه نمک روی زمینه، بزرگترین معدن برداشت موادی است که شما تو این شوینده ها استفاده میکنید. همین مثلا ظرف میشورید و فلان، یه ماده لزج توش هست، توجه کردید که لیزه خوده، اون یه ماده ای هستش که لازمه به اصطلاح ساخت این مواد شوینده است. همش از اون نمک ها به اصطلاح تامین میشه، همش از اون نمک ها. نه دنیا، تو ایران. و البته ما استعدادش رو داریم برای دنیا هم صادر کنیم، تو ارزش ببخشید توجه کردی؟ و اینا این اونجا هست. خب اینو داشته باشین. پس این سیمای کشور. دو مرتبه این نگاه کنید، اینها لکه های سبزی که ببینید مناطقی هستش که کشاورزی درست بود. پس میخوام بهتون چی بگم؟ میخوام بگم که عمده مناطق کشاورزی کشور ما سمت شمال غرب و غرب و بخشی از شمال، شمال شرق، یعنی منطقه گلستان که منطقه بسیار حاصلخیزی هستش و به اصطلاح همین منطقه خراسان و این دشت خوزستانه که در این منطقه هستش. خیلی بعد قدر این مناطق رو بدونید. این آقایون عراقی ها که به ایران حمله کردن در درجه اول میخواستن دشت خوزستان رو بگیرن، خیلی حساب شده بود کارشون. و اینها 700 کیلومتر با ما مرز دارن، اینا اینقدر همین عراقی ها با ما مرز دارن، میتونستن بیان اینجا رو بگن، چرا نیومدن این منطقه رو بگن؟ منطقه کوهستانی، منطقه کردستان رو، نمیدونم آذربایجان، اصلا اینا نیومدن بکنن. از کجا اومدن؟ اینجا رو اومدن. به دو دلیل: یک، گرفتن دشت خوزستان که یکی از حاصلخیزترین اراضی کشاورزی مملکت ماست. دو، نه منابع نفت در خوزستان. بله دریا هم جزش، البته دریا هم جزش.
پس من برای اونا خیلی حساب شده بود. خب از اینم عبور میکنم، پس جنبندی کنم، آخرین کلام خودم هم بگم، و چون یکم دیر شروع کردم 5 دقیقه به مهلت بدید که حرفمو به پایان برسونم. ما میبینیم که در دنیا اگر گرسنگی وجود دارد دلایلش اینه: Western culture has contributed to and benefited from conditions that help produce global hunger. فرهنگ غرب از گرسنگی مردم جهان بهره برداری میکند. داشته باشید. با conquest، به اصطلاح گرفتن جهان، جهان گشایی کردن. با colonialism، با استعمار، با امپریالیزم، با تسلط سیاسی اقتصادی داشتن بر کشورهای مختلف، میاد میگه ایران رو تحریم میکنم، روسیه رو تحریم میکنم، اون رو تحریم میکنم، این رو تحریم میکنم، دیگه بعد گلوبال اکونومیک دامیننس، غلبه به اصطلاح اقتصادی بر جهان. aid to corrupt allies، کمک به یاران فاسد. پینوشه رو میارن توی به اصطلاح بگو اسمش چه بود این کشور بنده خدا، شیلی، آلنده رو برم دارن، آقای مصدق رو سرنگون میکنن، یکی دیگر رو میارن جاش میذارن، و بسیاری طالبان رو میارن اونجوری میکنن، افغانستان رو این بلا به سرش میارن، عراق رو اون بلا به سرش میارن، به بهانه کشتار جنرال. من از صدام خوشم نمیاد، ولی به بهانه الکی آفرین اون بلا رو سرش میارن، لیبی رو اون بلا رو سرش میارن، واسه ایران هم نقشه کشیدن که آفرین آقای خاوری میلیاردها برمی‌داره میبره کانادا، بعد ایران بهش میگه که آقا ایشون کریمیناله اینترپول، بعد اینو به ما بس میگه نه نمیدیم، تازه هر کس دیگه هم پول داره پاشو بیاد، دوزای دیگه هم پامشن میرم اونجا. اخیرا هم شاید نمیگه که دیگه باز پول دوزیده برش میگه. اینه دیگه داستان، که اون وقت فریاد این مردم بدبخت اینجوری بلند میشه واسه اینا، میبینید نون بسته به کلش، میگه گرسنه این و و و. یه نکته دیگه داستان اوکراین، این دیگه اصلاحی داشته دیگه نمیخوام بگم، فقط توضیح میدم چون میخوام خیلی اذیت نشه. ببینید خانم آقای، اوکراین خودش به تنهایی یه چیز حدود 3.5% کل گندم جهان رو تولید میکنه. 3.5% عدد بزرگی ها، نگه 3.5% مگه چیه، 3.5% عدد خیلی بزرگیه برای کل گندم جهان. 800 میلیون تن، دقت کنید، 800 میلیون تن گندم توی کل دنیا تولید میشه، تو همه کشورهای دنیا. خب از این 800 میلیون تن 600 میلیون تنش مصرف همونایی که میشه خودشون تولید میکنن، حالا مثلا ایران هم خودش تو کم تولید میکنه، 13 14 میلیون تن ایران تولید خودش هم مصرف میکنه، مثلا یه جوری خودکفا است، خیلی کشورها خودشون تولید میکنن خودشون هم مصرف. بعضی از کشورهای دنیا تولید کنندگان بزرگن، یعنی بیش از مصرف خودشون تولید میکنن، اضافه شون میفروشن توی دنیا. از این 800 میلیون تنی که تولید میشه 600 میلیونشو اونایی که تولید میکنن خودشون میخورن، 200 میلیونش میاد توی بازار جهانی که اونایی که نمیتونن تولید کنن اونا میان میخرن اینا. خب خیلی دارم واضح صحبت میکنم، 200 میلیون تنش. از این 200 میلیون تن تقریبا 3.4% چیزا تولید میکنن، همین اوکراینیا تولید میکنن، 15% تقریبا روسا تولید میکنن، یه مقدارشو آمریکایی‌ها، مقدارشو آرژانتینی‌ها، یه مقدارشو استرالیایی‌ها، و اینا کشورهای عمده تولید کننده گندم هستن که بازار گندم رو هم چیکار می‌کنن؟ تغذیه می‌کنن. تا 10 سال پیش می‌گفتن که ما باید به چین خیلی حواسمون جمع باشه. چینی‌ها خب گرسنه بودن، چینی‌ها فقیر بودن. اونا ملخ و همه چی میخورن، میدونی معروف بودیم باید چینا هرچی گیریشون بیاد میخورن، آره، از جونبر تا تا گیاه هر چیز رو تقریبا میخورن. البته این دیگه اغراقه ها، حالا من دارم اینجوری میگم،
آره میدونم، ولی حالا اینو دقت کنید، گفتن که اگر چینیا وضعشون خوب بشه، دقت کنید، گفتن اگر چینیا، این حرفی که دارم میزنم مال 1995، الان 2022 هست، خب گفتن اگر اینا وضعشون خوب بشه تمام گندم دنیا رو میخرن، یعنی عین اون 200 میلیون تن که تو بازار جهانی هست، وضع اقتصادش خوب بشه عین 200 میلیون تن میخرن، و چون بخرن یعنی بسیاری کشورهای دیگه دنیا که بیچاره نمیتونن گندم تولید کنن ولی به گندم نیاز دارن، یکیش مثلا ژاپن فرض کنید، اینا گشنه میمونن دیگه، یعنی دیزاستر به وجود میاد، قحطی در دنیا به وجود میاد. خب چند وقته که روسا به اوکراین حمله کردن؟ 4-5 ماه، درسته 4-5 ماهی که حمله کردن. 8 ماه پیش چینیا 65% کل غلات دنیا رو خریدن، 65%. مقدار خریدشون در 25 ساله گذشته، در 20 ربع قرن اخیر بالاترین خرید ماده غذایی دنیا بوده. دقت میکنید شما؟ یعنی معلومه که انتظار داشتن، میدونستن چه اتفاق میخواد بیفته. 25%. این که میگم غلات، نه فقط گندم، گندم، جو، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا، چی فلان، همه اینا رو خریدن. بعضی از کشورهای مصر، بسیاری از کشورهای آفریقایی بدبخت ها میگن ما ذخایر گندم نداریم. ایران حالا نمیدونم دستش با اینا یکی بوده نبوده چه جوری بوده، برای 3 سال ذخیره مواد مثلا گندم ایناشو بر خود ایران، نه اینجور هم نیست، وقتی گوش نمیشم به کسی نیست، خیلی راحت میشم، حالا شاید هم بدن یه بخشش، من اینجا نمیخوام چیز کنم. 25 پس مره برای این الان این اوکراینه، میبینید اوکراین این های منطقهی که هاشو خورده، میبینید اینا منطقه است که چیز گرفته به سلام روسا گرفتن، اینا در اون یعنی شرق اوکراین به طور کلی، و تلاشش اینا که کریمه است، کریمه هم از قبل دست روسا بود، اینا همه هدفش این بود که این قسمت ها رو به هم وصل کنن. بله، هم سیاسی هم اقتصادی، همه دعوا سر پولش، فکر چی؟ و اون قطعات زمینای حاصلخیز اوکراین هم تو همین مناطقه اینا رو هم دارن میگیرن. ضمن اینجا اینا بنادر بزرگ اوکراین در دریای سیاه، هم به لحاظ نظامی استراتژیک خیلی اهمیت، هم به لحاظ به اصطلاح تبادلات مواد غذایی و اوکراین. الان اوکراین میگه من گندم دارم دو خیلی کشورمه، نمیتونم صادر کنم. چرا؟ چون باید بیاد از اینجا صادر کنه، دقت کردی؟ از این بنادر باید صادر کنه. خب اینا کشتی های روسی همه توی مناطق هستن، میزنن داوودش میکنن. چقدر من با هواپیما یک کشتی چندین هزار تن یک کشتی گندم میبره، هواپیما چقدر مگه میتونه بره؟ قدر نمیتونه بره، یعنی صفره، صرف هم نمی کنه، گرون در میاد با این بنزین هواپیما. علیه ها پس من برای این نکاتی هستش که حائز اهمیت هستش. دقت کنید این کشورها، سومالی، دقت کنید اینا مقدار گندمی است که از اوکراین، مقدار گندمی است که از روسیه. خود روسیه گفتن یه چیزی بوده 30% 15% تا 30% گندم دنیا رو تامین میکنه. روسیه برای اینکه کشورهای دیگر رو تحت فشار قرار بده، که اونا آمریکا رو تحت فشار قرار بدن که آمریکا روسیه رو از حالت سانکشن بیاره بیرون، میگه من نه خودم گندم میفروشم نه میذارم اوکراین بفروشه. توجه کردی؟ اون وقت با ایران قرارداد امضا کرده که به ایران بالاخره رفیقن دیگه، حالا 100 هزار هکتار ایران در داخل خاک روسیه توی شمال غرب دریای خزر داخل خاک روسیه 100 هزار هکتار ایران از روسیه اجاره کرده با آب و خاک و این حرفا که توش محصول کشاورزی بکنه و بیاد داخل ایران بکنه. از اون طرف ایران اومده با ونزوئلا، چون میدونی ونزوئلا حیات قلبت آمریکاست، 1 میلیون هکتار قرارداد امضا کرده، 1 میلیون هکتار اراضی با آب خوب قرارداد امضا کرده که ایران اینجا بکاره، خودش برداشت بکنه ببره ایران، در ازایش بنزین بده به ونزوئلا.
آره ترید میکنن با هم، تهاتوری به قول معروف با هم دیگه چیز میکنن. خب ها پایاب وقت اینا کشورهایی هستن که اینجور وابسته هستن. این مثلا تانزانیا، این بیچاره سومالیا که خیلی هم به اوکراین وابسته بوده که تقریبا 70% گندم مورد از اوکراین میگرفته، الان با مشکل روبرو شده. از اون ور آمریکایی‌ها یه دونه کشتی که از اوکراین گندم بار زده بوده میرفته واسه آفریقا، احتمالا برای همین سومالی، وسط را متوقف کردن، فرستادنش به بلژیک، به کشور اروپایی، چون بلژیکی هم با کمبود رو برو هستن. حالا بحث نفت و گاز و این حرف دیگه بماند. فقط اینو میخوام بگم که حالا دیگه اینا مطالب خیلی جالبه، نمیخوام روی این قضیه بحث بکنم، فقط من میخوام این خدمتون عرض کنم، تا زمانی که ظلم، تعدی و جهانخواری در جامعه بشری وجود دارد، اینها تبعات طبیعی آن خواهد. امیدوار هستم که خداوند ما را هدایت کند در مسیری که هم به طبیعت و هم به حقوق دیگران احترام بذاریم، که خدای نکرده با این صحنه ها و این صحنه دیگه هرگز روبرو نشدیم. خیلی ممنونم از توجهی که داشتید. به صورت من قبل بفهمید، من اول آقای کی ایشون بودن اول سوال داشتن، شما اول سوالتون بفهمید، من در خدمت هستم. نظریه مارکس بالاخره به کجا انجام شد؟ چی رد شد برای اینکه ما اونقدر تونستیم غذا تولید بکنیم که نیازی به چیز نداشته باشیم، نیازی به اینکه همدیگر بخوریم نداشته باشیم. خوشبختانه این از این نظر مشکل حل شد. بله جونم، خواهش بودم. بله او توی بیکرزفیلد هست، من میتونم آمارش بهتون، خیلی ساده است، اصلا خودتون روی گوگل بزنید most fertile lands in California، قشنگ میگه همه کانتی هاشو میگه، یکیش بیکرزفیلده، یکیش دادم رفته اسمشون متاسفانه، ولی بیکرس میگه 100% مطمئن است. این باشه بهتون. بله بفهمید، خواهش میکنم. جونم. پروژه در ایران صحبتش بود عنوان ایران رود. ایران رود. بله. که ترتیب بدن که آب از جنوب خلیج فارس پمپاژ بشه در بلندی ها که بعد بره به دریای خزر و در این مسیر از ارتفاعات توربین های تولید برق بذارن، از برق استفاده بکنن و به اضافه اینکه آب رو هم به ترتیبی چیز کنن که در دشت مرکزی یه مقدار کشاورزی عمل کنن. بله این بود. یکی دیگه هم یه تحقیق دیگری بود که گفته بودن که این پمپاژ کردن خیلی سرو تموم میشه، تونلی بزنن بله از زیر زمین تا از جازموریان که این آب خلیج فارس در حقیقت در این تونل جاری بشه و در منطقه کبیر مرکزی پمپاژ بشه بیاد بالا. این دو تا پروژه رو من اطلاع دارم که البته در هر بود یک زمان شاهنشاهی هم این صحبت شده بود، قرار بود که با کمک کشورهای خارجی انجام بدن که نشد. بله در دوران آقای خاتمی هم خیلی پررنگ شد، مخصوصا این ایران بود که کانالی زده بشه در جنوب به طرف شمال که این کانال حتی قابل کشتیرانی برای کشتی‌های کوچیک، باربری‌های کوچیک انجام بده. فکر می‌کنید که این شدنی هست یا شدنی نیست و به نظر شما امکانش هست اصلا همچین کاری اتفاق بیفته یا نه؟ ببینید به قول این آمریکایی‌ها میگن nothing is impossible، هیچ چیز غیر ممکن نیست، اما برای ممکن شدن هم تلاش زیاد می‌خواد هم سرمایه گذاری خیلی زیاد. من حالا یه تشریح اکولوژیکی بر شما میکنم، شما خودتون تحلیل کنید که میشه یا نمیشه. ببینید در دوران اوایل دوران چهارم زمین شناسی، شما میدونید که اصلا ایران
زیر آب بوده، همین فلات مرکزی ایران زیر آب بوده و به علت اون فشارهای تکتونیکی که زمین ایجاد میکنه، اون پلیت ها که رو هم فشرده میشه، درست کل کشور ایران مثل یه دونه کرسی تحت فشار دو تا نیرو، یکی سرسر جوار البرز که در شمال این چین خوردگی، یکی هم سرسر جوار زاگرس که از غرب فشار آورده. این فشارها اینطوری اومده، دو تا سرسر جوار اومده، این فلات مرکزی ایران مثل یک کرسی اومده بالا. وقتی اومده بالا، این دریایی که رو کل سطح ایران بوده تقسیم شده، یه تیکه‌اش افتاده اون برای سلسله جبال البرز که همین دریای مازندران رو به وجود آورده، یه چند تا لکه هاش، یکیش لکه همین دریاچه ارومیه است که باقی مونده و چند تا لکه های آبشور که مثلا حوض سلطان و نمیدونم جازموریان و اینا هست. خب اینا بالاتر از سطح دریای آزاد هم. پایین ترین نقطه ایران که در فلات مرکزی ایران قرار داره، که در مثلا پایین ترین نقطه کویر ما، چون میدونید که کویر در گودیه دیگه، در گودیه، پایین ترین نقطهش تهش 500 متر ارتفاع از سطح دریای آزاد بالاتره. یعنی به لحاظ فیزیکی شما باید آب رو 500 متر پمپاش کنید، 500 متر خیلی ارتفاع بلنده، برج ایفل نم 200 متر 300 متر چقدر، اون 500 متر خیلی بلند، این باید آب پمپاش بشه بره بالا بعد بره مثلا پیچیز. خب این پمپاژ آب هزینه فوق العاده زیادی رو در بر داره، یک، دو، با چه حجمی این بعد پمپاژ بشه. شما دقت کنید میزان تبخیر در کبیر مرکزی ایران 2500 میلیمتر در ساله، 2500 میلیمتر. گفتم پربارانترین نقطه کشور 1200 میلیمتر بارندگی داره، توی کبیر 2500 میلیمتر تبخیره. یعنی چی؟ یعنی شما باید اینقدر آب بریزید 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 که ضمن این که 2500 میلیمترش تبخیر میشه، باز اینقدر آب باشه که انباش بشه و تو با این همچنان تداوم داشته باشه، چون به معنی این که پمپاژ رو قطع کنید این تبخیر صورت میگیره دیگه، تبخیر که وای نمیشه، اون داره همطور صورت و این با... این هستش که یه مقداری این سخت به نظر میاد. اگر بشه خیلی خوبه، میدونی چرا؟ اگه بشه، اولا تلطیف و آب و هوایی میشه در قسمت‌های مرکزی ایران، تلطیف میشه آب و هوا، و به اضافه اینکه خب کشتی ایرانی توش صورت میگیره، میدونی چقدر راه ها نزدیک میشه، از شمال به جنوب، از شرق به غرب، از خراسان به طبس، از طبس به کجا، اینا کلی ارتباطات خب بهتر میشه. ولی هنوز نتونستن برای این یک توجیه اقتصادی مناسبی رو پیدا کنن، مگر اینکه تکنولوژی به وجود بیاد که بتوانن از نیروی خورشید استفاده کنن، از سولار سیستم استفاده شدید بشه که بتوانن انرژی مجانی مثلا به وجود بیاد که از اون انرژی بتوانن برای این پمپاش استفاده کنن، که هنوز اون تکنولوژی رو ما تو ایران نداریم. حالا مثلا اونم یه نکته ای، بله، چون اونی که میگه که کسی میگم یه سطل ماستی دار کنار دریا داشت بری تو آب، آره، که دوغ درست کنه، دوغ گفتن که این آن دوغ درست کنم، آفه گفتن که نمیشه، گفت ولی اگر بشه چی میشه؟ اگر بشه بله اگر بشه چی میشه؟ ایران تو چیزای ساده معمولی گیره. این پروژه از چیز بوده، ساحل کالیفرنیا اوگانوس آرامه، کالیفرنیا هم بود جای خشکه، این کشور که هم پول داره، هم ثروت داره، هم زور داره، هم علمش داره، هم دولتی به اصطلاح سالم تر از ما داره، نمیتونه این کارو بکنه. اگه زیاد بشد نمیشه. بله، پایگاه گوانتانامو در کوبا یه موقعی کسترو اونجا آب برشون بست، اینا کفشی بردن اونجا آب رو تمیز کردن که اون پایگاهی که دارن
آب داشته باشن، ولی در حدی نیست که بتونه یک کشور را آبیاری کنه. خود کالیفرنیا از پایین به شمال شد 1200 کیلومتر دریان هست اینجا، بسه نمی کنه، نمی کنه. ببخشید بفهمید استاد شما سوالتون اول من خسته نباشید قربونتون متشکرم مرسی لطف دارید توی صحبت دوستمون داشتن فکر می‌کنید برنامه کبیر روز و اینا اقتصادی باشه یا سیاسی باشه که ما نتونستیم یه راه حلی پیدا کنیم بیشتر ژاپنیان می‌خواستن به ایران هم یه پروژه ایمنی ارائه دادن که چی؟ تو کشاورزی کنم اونجا تو کویر لوت که بتونن ولی یه جنتیکای می‌خواستن که ایران قبول نکنه. ببینید استفاده از مناطق کویری برای کشاورزی به این معنا نیست که بیان توی کویر کشت بکنن، چون من بالاخره متخصص این کارم میدونم که خاک اگر مقدار شروعش از یه حدی بالاتر باشه از ایسی، مثلا من روی کار تحقیقاتی که من کردم ایسی 12 بالاترین بسیار شوری بوده که من تونستم توش کشاورزی کنم، به طور نرمال زیر 1.8 همین زمین های کشاورزی ما، مثلا 1.8-1.5 خوبه خوبش 1.2 که دیگه اصلا لبشورم نیست، ولی من تا 12 تونستم کار کنم، اونا با تکنولوژی های علمی که ما به کار ببینیم نه یک کشاورز معمولی، مثلا روش سرفکتند استفاده کردیم، از نانو کربن استفاده کردیم، از چی استفاده کردیم مثلا ما تونستیم کار کنیم، تحقیقاتی کار کردیم. حالا در کویر میان چی کار میکنن؟ استفاده میکنن و کشاورزی میکنن، میان از آب دریا استفاده میکنن، اونم لبه دریا، مثل قطر، مثل امارات، اون این کارها رو دارن میکنن، ما هم داریم میکنیم سمت به اصطلاح سمت چابهار، اون طرف ها ما هم داریم الان این کار رو میکنم، تو نه در گستردگی که اونا دارن میکنن. میان چیکار میکنن؟ میان سولار سیستم میزنن و با این سولار سیستم آب دریا رو به روش اسموزی، ریورس اسموزیک پروسس، آب دریا رو شیرین میکنن. چون این آب دریا شما بخوایی با انرژی فسیلی استفاده کنی و اینو شیرین کنی خب خیلی پرهزینه است، صرف نمیکنه. یه دونه خربوزه در میاد مثلا $20 براشون، $30 براشون در میاد، توجه کردی؟ میان این کارو میکنن، بعد اینو این آب شیرین رو میارن توی گلخونه توی گلخونه به روش هایدروپونیک کشاورزی میکنن، گلخونه آبی خیلی بزرگ وسیع درست میکنن و به وسیله هایدروپونیک اونجا تولید محصول میکنن، خیلی هم خوبه و از آب شور دریا استفاده میکنن، یعنی در کویر بدونی که هیچ چیز وجود داشته باشه تولید محصول میشه، خیلی هم با کیفیت خوبی هم عمل. اما سرمایه گذاری اولیش خب زیاده، یعنی شما این تأسیسات گلخانه‌ای که میخوای به وجود بیاری، این سیستم سولاری که میخوای به وجود بیاری، این سیستم آب شیرین کنی که میخوای به وجود بیاری، اینا سرمایه گذاری های سنگینی داره. اگر این کار رو کردی یه کشور ثروتمندی مثل قطر، مثل امارات، مثل کویت که پول زیاد داره، خب این کار این سرمایه گذاری چندی میلیاردی رو میکنه و بعدم در طولانی مدت خب طبیعتاً پس میگیره و خب محصولم تولید. ولی توی ایران ما هنوز اون بنیه اقتصادی رو نداریم. اگر مثلا چینیا بخوام بکنن اونا میتونن این کارو بکنن، بیان یه قراردادی با ایران امضا کنن، ولی به قول خانم اونا هم یه چیزی از ما میخوان که ما نمیتونیم بهشون بدیم، میدونه یه منافع خیلی زیادی رو اینه که اینا چندان هنوز رشد نکردن. خب کفایت مذاکرات، اگه اجازه بدین بریم نماز و بعد قضا در خدمت دوستان باشیم و دیگه منم عذرخواهی میکنم که خیلی زیاد صحبت کردم، شما رو خسته کردم، خیلی ممنونم از دوست. مرسی. اصلا من خانم سارا اصل کاری رو من ندیدم، ببینید تو رو بخواهید بفهمید خواهیش میخواهید. من خیلی صحبت کنم که فردیدیم دوران 3 تا 5 سالگی میتونه چقدر کمک میکنه برای بقیه رفتار، حالا من استفاده می‌خواستم اینو بکنم. من دو سال و نیم پیش
یه برنامه شروع کردیم، یه کار مثلا فیلتر در ایران که برای بچه‌هایی که شیرخوارانی که به اصطلاح دوران شیرخوارگیشون هست و اینها خانواده‌هاشون توان خرید شیر خشک ندارن، مادر شیر نداره، شیر کافی نداره، برای مدان 180 تومن جای نشست هستن برای شیرخوارگی. بله بله. دستتون در نکن. پیام یه شما یه چیز تلگرامی هم داشتید، یه سایت تلگرامی هم دارید ندارید؟ واتساپ خیلی خانواده هایی رو میخوان، تو مثلا ما الان فقط ما میتونیم روش کنیم، برای من چه خوش که برای اسم غیر ممکنه مثلا برای روش رو با آب نمیدونم آب قند و آب قند و میدونم و خیلی بچه هایی که ما روش میذاشتیم دیدیم چقدر روش که تو خیلی بچه ها میدیدیم قبلن الان نیست. بله. خواستم اینو معرفی کنم دوستان اگر خواستن که مشارکت داشتن، چون میگم خیلی رو متقاضی من زیاد داریم ولی واقعا نمیدیدیم. بله بله. خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه که خیلی بله. منم اگر اجازه بدن که من بیام میام. بله. خیلی ممنون. خب از دوستان زومی هم من خداحافظی میکنم، عذرخواهی میکنم که نتونستم زیاد به شما ها توجه داشته باشم به خاطر این تراکم جمعیتی که در اینجا بوده. من ازتون تشکر میکنم که تشریف داشتید، با هم دیگه خداحافظی میکنیم. ما این دوستان زومی ما تفلک ها امروز بعد از ظهر ما بهشون اطلاع رسانی کردیم که این جلسه امروز هست. حالا انشالله دفعات بعد سعی میکنیم که از یه هفته قبل اعلام کنیم که دوستانی هم که علاقمند هستن تو این حیف این سخنرانی های علمی مفتیم کنم چیز بدی نباشه. حالا شما بعد رضا بعد کنید. مرسی، خیلی ممنونم. من همه رو به خدا میسپارم. متشکرم، خدا حافظ.